کمپرسورهای سیستمای سرمایشی، همونجور که توضیح دادیم یه سیستم سرمایشی 4 تا بخش اصلی داره که کمپرسور و کندانسور و اون دستگاه اکسپنشن والو و اواپراتور داره. تو این ویدیو میخوایم توضیح بدیم انواع کمپرسورها چی هستن، یعنی تو آخر ویدیو باید متوجه بشیم با نگاه کردن به شکل ظاهری کمپرسورها میتونیم تشخیص بدیم که اون عمل کرده که مکانیکی که انجام میده که پمپ و گاز بکنه به چه صورت هست. که اومدیم گفتیم انواع کمپرسورها 4 تا مدل کمپرسور داریم، موتورهای پستانی رو داریم، موتورهای حلزونی رو داریم، سومین موتور موتور روتوریه و چهارمین موتور موتور پیچیه. وقتی میگیم کمپرسور یا همون موتور، یعنی کارش توی سیستم های سرمایشی اینه که گاز رو از یه بر مکش کنه، از یه بر دهش کنه، یعنی دقیقا کاری که پامپ انجام میده. کار راحتری که میتونیم مثال راحتری که میتونیم بزنیم مثل قلب تو بدن انسانه که کارش پمپاژ خون هست و در کل کار همشون رو فهمیدیم که کار همشون میاد به قولن گاز رو پامپ میکنه. حالا میایم سیستمشون رو توضیح میدیم که اولین موتورهایی رو که تو سیستم‌های سرمایشی اومد موتورهای پستانیه. منظورم از موتورهای پستانی اینه که سیستم مکانیزمش جوری عمل میکنه که پستان داره، یعنی مثل ماشین هست که 90% از موتورهای کمپرسورهای یخچالهای خونگی که پشت یخچال خونمون میبینیم این شکل شمایی رو داره که یک موتور تک سلند هست و حالا بستگی به اون قدرت کوچیکی و بزرگی یخچال سایز کمپرسور متفاوته. اینجا یه شکلشو باید یه شکل باز شدهش داریم که میبینیم که این پستانش که اگر که این میلنگ وقتی میچرخه یه دست شاتون کوچیک داره و بر اثر روتور این سیمپیج زمانی که روتور میچرخونه پستان عقب جلو میشه. حالا چجوری گازو به قولن مکش میکنه دهش میکنه که سوپاپ داره که اینجا یه عکسی رو گذاشتیم. زمانی که سوپاپ به پستان میره پایین یه خلای اینجا به وجود میاد که سوپاپ مکش باز میشه که گاز وارد سلند میشه. بعد زمانی که سلند میره بالا سوپاپ ساکشنمون بسته میشه، سوپاپ دیسچارجمون یا همون لوله رفتمون باز میشه و اینجا کمپرس میشه، یعنی با هر عملیاتی که انجام میده بالا پایین میشه. که گفتیم 90% از یخچاله خونگی سیستم پستانی رو داره که یخچاله خونگی 100%شون تک پستانه هستن. حالا بستگی به اون قدرت کمپرسور سایز پستانش و سایز اون سیستم الکتریکی موتورش فرق میکنه. تو سیستم بزرگتر که میاد که میره سمت سردخونه میشه یه اینطور شکلی داره که حالا توی ویدیوهایی که مخصوص موتورهای ریسیپروکیشنی یا همون موتورهای پستانی، ریسیپروکیشن یعنی عملیات رفت و برگشت رو بهش میگیم ریسیپروکیشن، که تو انگلیسی بهش میگن موتورهای ریسیپروکیشن کمپرسور، تو فارسی بهش میگن موتورهای پستانی. حالا تو بخش موتورهای پستانی توضیح کامل رو در مورد عملکردش میدیم، فقط یه چیزی رو که سریع نشون میدیم که کمپرسورها رو ببینیم اینه که سرسلنده که برمیداریم واشر سرسلند داریم، این صفحه سوپاپا رو داریم که این سوپاپای دیسچارجمون هست که گاز که میاد سوپاپا رو فشار میده گاز خارج میشه، اینا سوپاپای مکشمون هست که وقتی که پستان میره پایین الان اینجا میتونیم تیغای مکش برداریم بزنیم. این یه موتور دو سلند هست که حالا موتور از تک سلند شروع میشه، دو سلند و تو موتورهای 6 سلند و بیشتر، که حالا همونجور که گفتیم تو بخش موتورهای پستانی تو ویدئویی که گذاشتیم توضیح کامل رو میدیم که موتورهای پستانی به چه صورت کار میکنه. تو این ویدیو هدفمون اینه که تشخیص بدیم که فهمیدیم این شکل موتوری که داریم که حالت سرسلند داره یه نوع موتور پستانی هست و اینم عرف موتوری که تو خونه استفاده میشه. خب روند سوپاپ مکشی هم که گفتیم، میریم سمت موتورهای حلزونی. دیگه توی این سیستم موتور پستان نداریم، یعنی باید عملیات مکش و دهش به وسیله، چون که یه کمی شکلش مثل حلزونی هست،
اسمش گذاشتن تو فارسی بهش گفتیم حلزونی، تو انگلیسی بهش میگن اسکرول، موتورهای اسکرول. سیستم کارش به چه صورت هست؟ اول شمای بیرونیشو ببینید که این موتور بهش میگه موتورهای اسکرول، یعنی یه استوانه ای هست که حالا میتونه بستگی به سایز استوانهش کوچیکتر باشه یا بزرگتر باشه، و که حالا میان تفاوتش به این استوانه میگیم که حالا این موتور تایپ موتور بعدی است که کنارش یه مخزن داره، ولی موتوری که کنارش هیچ مخزنی نباشه فقط یه لوله رفت و برگشتی بهش وصله و حالا سایزش کوچیک بزرگ باشه، اینو بهش میگیم موتور اسکرول یا موتور حلزونی. که این سیمپچش اینجاش قرار گرفته، این اینی که داری اینجا میبینی این سرشو برداشتیم، یعنی اگه سرشو که برداریم یه قسمت فک ثابتی هست که این بالا هست، یه فک متحرک پایینه که حالا تو اسلاید بعدی توضیح میدیم چجوری کار میکنه. این فک متحرکه که به موتور شافت وصل، به روتور وصل میچرخه، و این فک ثابت هست که گاز واردش میشه که حالا تو این اسلاید توضیح میدیم. توی اسلاید اتفاقی که میفته گاز وارد میشه، همینجوری که فک ثابت و متحرک داره میچرخه، از وسط گاز دیسچارج میشه و میره بیرون که بهش میگیم موتورهای حلزونی. بهش میگیم موتورهای حلزونی. حالا اسلایدهای واضح‌ترشو داریم که قشنگ حرکتشو داره نشون میده که بازم تو همون بخش موتورهای اسکرول تو اون ویدیو توضیح کاملشو میدیم که الان این حرکتشو داریم میبینیم. ساکشنه، اون رنگ آبیه گاز سردی که وارد کمپرسور میشه از طریق ساکشن، یه بار دیگه پخشش بکنیم، گاز سرد وارد میشه، تو تله میفته میاد و در مرحله آخر خارج میشه و این همینجوری این سایکل ادامه داره. موتورهای اسکرول یا حلزونی. موتور بعدی رو که داریم موتور روتوریه. خب سیستم پمپاژ گازش به چه صورته؟ از همونجور که اسمش هم معلومه، تو انگلیسی هم بهش میگیم روتوری، تو فارسی هم بهش میگیم روتوری. یه روتوری رو اینجا داریم که این روتور میچرخه، که حالا توضیح میدیم که چجوری گاز رو کمپرس میکنه، ولی اول نمای بیرونیش که نگاه کنیم، به این موتور میگیم موتور روتوری. به محضی که موتور رو دیدیم که کنارش یه مخزنی وصل شده و اتچ شده، اینجوری قشنگ اینجوری بهش پیچ شده، مثلا این پیچ نشده کلا جوش شده، به جوش شده، به این میگیم موتور روتوری. حالا بعد توضیح میدیم که چرا نیاز به مخزن داره، ولی اینو بدونیم که وقتی نگاه به شکلش میکنیم تو مخزن کنارش دیدیم، سریع میگیم این موتور روتوری هست. حالا کاری که موتور روتوری انجام میده توی تصویر میبینیم، یه روتوری رو داریم، یعنی این به شافتمون وصله و این میچرخه، جهتش به این صورت هست. یه فنری رو داریم با یه پینی رو داریم اینجا. پین اتفاقی که میفته گاز از اینجا مکش میشه و میفته تو تله، این روتور میاد اینجا رو میبنده، همینجور که داره میچرخه گاز رو تو فشار قرار میده و خارج میکنه و گاز میاد از اینجا و از اینجا خارج میکنه. یعنی سیستمش خیلی سیستم پیچیده ای نیست، فقط طرز کار پاششش اینه. و حالا توضیح میدیم توی بخش موتوری روتوری که چرا مخزن رو داریم، لوله رفت و برگشتش به نسبت موتوری دیگه چه تفاوتی میکنه. بعد چهارمین موتوری که داریم موتورهای پیچیه که بهش میگیم اسکرو. و یه موقع بعضی موقع اشتباه میشه با موتورهای اسکرول، اون موتورهایی که حلزونی بود بهش گفتیم اسکرول، به این موتور میگیم اسکرو. اسکرو مثل پیچیه، دو تا پیچ هست که تو همدیگه حرکت میکنن، گاز از این بر وارد میشه، اسلاید بعدی که ببینی گاز از این بر گاز سرد وارد میشه، میفته تو تله، میفته بین دو تا پیچ و از دیسچارجش که پایین هست خارج میشه. موتورا معمولا توی سیستمای خیلی بزرگ استفاده میشه، تو آموزشگاه ما نداریم، فقط گفتیم عکسش رو نشون بدیم که معمولا تو این سایز هست که اینجور موتور بزرگ، این موتور بالا هست، این موتور دینام اینجا هست، اسکرو تو این قرار داره، ساکشن رو داریم، دیسچارج رو داریم و اینجا هم ریسیورش رو داریم، مخزن ریسیور رو داریم که تو سایزهای خیلی بزرگه. خب اتفاقی که افتاد تو این ویدیو با نگاه کردن به عنوان یه تعمیرکار سیستم های ساعت کننده، وقتی که میریم بالای سر دستگاه
باید با نگاه کردن تشخیص بدیم که نوع موتور به چه صورت است و به همین خاطر میتونیم ای بی آبی ها رو راحت تر انجام بدیم. که 100% ویدیوهای بعدی رو نگاه کنیم که توضیح بدیم که اجزای داخلی سیستم های ریسیپروکیشن همون کمپرسور ها، روتوری و اسکرو و بیشتر هم توضیح بدیم رو موتورهای اسکرو کلن موتور. That's it for now.